گفتگو میکنیم با آقای محسن کدیور، پژوهشگر دینی. درود بر شما آقای کدیور. فرد مهاجم در حادثه اورلاندو این حمله مرگبار رو تحت عنوان پیروی از موازین اسلامی و جهاد انجام داده. آیا به نظر شما این قبیل اقدامات در سنت اسلام قابل قبول هستند؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم و با عرض تسلیت خدمت قربانیان این حادثه، خانواده های اونها. نه، مسلما این کاری که انجام شده به لحاظ شرعی جنایت، ترور، حرام، معصیت، محاربه و وحن اسلام بوده و هیچ ربطی با جهاد اسلامی نداره. کسانی که این قبیل جنایت ها و ترور ها رو به شریعت اسلامی نسبت میدن هیچ اطلاعی از موازین دینی، قرآنی، اسلامی و سنت پیامبر، اون هم در ماه مبارک رمضان، ندارند. به شکل مشخص من چند دلیل اقامه میکنم که این کار ناصحیحی بوده مطابق موازین دینی. هیچ مسلمانی مجاز نیست فاعل کاری رو که نمیپسنده شخصا مجازات یا اعدام بکنه بدون اینکه دادگاه صالحه اون رو محاکمه کرده باشه یا ضابط قضایی بوده باشه. این فرد هیچ کدام از این صفات رو نداشته. اگر فعلی برای مسلمان ها حرام باشه، معلوم نیست این برای غیر مسلمان ها همین حکم رو داشته باشه. هیچ مسلمانی مجاز نیست که غیر مسلمانان را به انجام کاری که در اسلام درست محسوب میشه با خشونت و زور مجبور کنه و وادار کنه و اون هم به این شکل فجیع اعدامشون بکنه. اگر با این کارا موافق نبوده باید از طریق قانونی و مسالمت آمیز اقدام بکنه که بتونه این کار رو در اون جامعه که درش زندگی میکنه به شکل اون رو غیرقانونی اعلام بکنه. موفق نشد، مجاز نیست خشونت اعمال بکنه و کار خودش رو، فکر خودش رو بخواد به دیگران تحمیل بکنه. در هیچ جای شریعت اسلامی نیست که مجازات رفتن به یک کلوب شبانه اعدام باشه. این مطلب رو هیچ مفتی مسلمانی بهش فتوا نداده. کاری که داعش یا پیروان داعش دارن انجام میدن خلاف بیان شریعت اسلامی هست. با این دلایلی که عرض کردم، اولا کار انجام شده گناه کبیره بوده، کشتن نفوس محترمه، یعنی نفسهای، یعنی جانهایی که در اسلام احترام دارن، هیچ دادگاه اونها رو به اعدام محکوم نکرده. قطعا کشتن اینها هم حرام بوده هم گناه کبیره بوده، اون هم در ماه رمضان دیگه مسئله بدتر. ثانیا فردی که به شکل مسلحانه امنیت جامعه رو به هم میزنه، به نص شریعت اسلامی و قرآن کریم این فرد محارب محسوب میشه. ثالثاً این کاری که انجام شده اگر به نام اسلام بوده، وحن اسلام هست، باعث مشوش کردن چهره یک دین رحمانی هست. نماینده اسلام محمد علی جهان پهلوانی بود که چند روز پیش از دنیا رفت و فخر مسلمان ها بود، نه این تروریست خشک مغز جاهل و همکارانش در داعش. بله آقای کدیور، شما به عنوان یک اندیشمند اسلامی فکر میکنید رهبران جوامع مسلمان برای خونسا کردن تبلیغات افراطیون علیه اقلیت‌های مثل دگرباشان و پیروان ادیان دیگر چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟ ببینید، مسئله دگرباشان جنسی در میان همه ادیان مخالفان جدی داره، اما مسئله این که کسی با امری مخالف هست با کشتن و مجازات اعدام تفاوت زیادی داره. همه متفکران دینی، اهم از مسلمان، مسیحی، یهودی و غیر اونها، میباید این مسئله رو برای پیروان خودشون به وضوح و شفافیت تبیین بکنند که مجازات اعدام نمیتواند برای این افراد اعمال بشه. اگر این دیگر باشی جنسی یک امر غریزی است، امر غریزی مجازات نداره. اگر به واسطه بیماری در یا نارسایی در کودکی بوده، این درمان میخواد، هیچ کدوم اینا مجازات محسوب نمیشه. اگر این دوگانه که ذکر کردم رو تبیین بشه برای چون این افرادی، مسلما کسی نمیتونه با دستاویز دین و شریعت
به همچه جنایاتی دست بزنه. از طرف دیگه ما هر روز در آمریکا میشنویم جنایات مختلفی که به واسطه اسلحه داره صورت میگیره. فکر نمی کنم دین این فرد داعی اصلی، انگیزه اصلی در فعل انجام شده بوده باشه. تشکر میکنم از شما محسن کدیور، پژوهشگر دینی.